آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از آغاز تحریم‌های آمریکا خواهیم گفت تا سخنان حسن روحانی و برکناری وزیر کار. و البته روز خبرنگار بی‌رونق. و در ادامه برنامه پاسخ به انتقادات شما درباره مهمانان در برنامه‌های خبری بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنوت، من گاهی وقتا صبح که دارم میام برای برنامه دیدبان برای قبل از ضبط، هی فکر میکنم خب در هفته گذشته چه خبر بود و اینا. انقدر سرعت تحولات و خبرها زیاده که واقعا یادم میره، ولی اینو یادمه که هفته با خبر تلخ مرگ هما سلطانی، فرزند آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل با سابقه و به نام آغاز شد متاسفانه. بله دیگه، این حادثه با هم دیگه کارتون خیلی خوبی کشیده بود. هادی ایدری خیلی خوب نشون داده بود این وضعیت رو در هیئت دو تا پرنده که یکی تو قفس هست و اون یکی بیرون از قفس از دست رفته و او از توی قفس دستش دراز کرده، اشک اومد. ببینید اصولا این زندانی بودن، چه موقعی که حالت زندانی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی داره که واقعا حیرت انگیزه، چه بقیه چه حصر، چه همه اینها شده یه چیزی روی همه اتفاقات کشور، چون که مجلس رو هم هفته گذشته بحث دربارش فقط حالا آقای مطهری گفتش که باید رسیدگی بشه به وضعیت حصر. و خب خیلی ها در سطوح مختلف نظام جمهوری اسلامی از آشتی ملی حرف میزنن و اینکه بیایم با ملت و مردم و حکومت و همه با هم آشتی کنن، ولی خب بالاخره یه قدم یکی باید برداره دیگه. بله دیگه، حتما. از روزنامه جوان شروع کنیم. ببینید روزنامه جوان، خب تیترش طبیعتاً تیتر اصلی که انتخاب کرده شاید درست هم هستش تو این عرصات که فضای توریست که همه هم دیگه رو میترسونن، یا آمریکا سعی میکنه که همه تو ایران از هم دیگه بترسن، چین همچنان نفت ایران رو میخریم. بله. این خب تیتر خوبی است اگر که هنوز هم نفت تحریم نشده. آره، ولی به حال این معنیش این هستش که بعد از اینکه تحریم بشه هم میخریم، یعنی باید دیگه از حالا بعد منتظر باشیم اختلافاتشون چی میشه. اما سرمقاله آقای گنجی روشنفکر و قدرت، روشنفکران قدرت مصیبت مضاعف. خب حالا این وقتی که این سوال پیدا میشه، از همون اول یه اتفاق میفته و این اینکه مدیر روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انگار که فکر میکنید که میخواد از دولت مثل همیشه انتقاد کنه، ولی انگار یه قولی هم دادیم که اتحاد رو حفظ کنیم، بنابراین مستقیم این کار نمیکنیم. یه کاری کرده، یه عنوان درست کرده به اسم روشنفکر در قدرت. اینو نداشتیم تا حالا ما هم چیزی. این هم از اون حرف هاست واقعا. آره، و در نتیجه تمام کسایی رو که با این جناح، یعنی جناحی که ایشون نمایندشن، هم فکر نیستند هم از اینکه تکنوکرات روشن فکر دونسته، اینا همه میشن روشن فکر در قدرت. و بعد ایشون میگه که روشن فکر چون اصلا کارش اینه که نق بزنه، کارش اینه که به اپوزیسیون سوژه بده، وقتی بره تو قدرت فاجعه میشه، مثل رئیس دولتی میشه که این حرفا رو میزنه که آقای روحانی میزنه، مثل معاون اولی میشه که این حرفا رو میزنه که آقای جهانگیری میزنه. بعد یه مشخصاتی هم برای این روشنفکرها برمیشماره، یکیش اینه که اینا زیادی به علم و اینا پابندن، یعنی حساب کتاب میکنن. الان در شرایطی که مملکت هنوز 8 ساله بی حساب کتابی آقای احمدی‌نژاد پاک نکرده و همه شرایط نشون دهنده اینه، باز دوباره حرف زدن از اینکه عده‌ای زیادی علم دارن، با این وضع محیط زیستی که ما الان داریم، حرفی که آقای کلانتری زده، ماجرای آب که وجود اومده، باز هم کماکان بگیم که کسایی که تو حکومت هستن همه میگن که باید از متخصصین استفاده کرد. ولی به هر حال مقاله مجموعی است مثل بیشتر مقاله های جوان که بیان مقصود میکنه. بله. مرتب ناسزا نمیگه به کسی و به نظرم میرسه که اینا همه هنری است برای روزنامه اصولگرا. روزنامه سازندگی رو ببینیم.
این از اون شماره هایی است که کارتون بزرگ روسنپور داره حرف میزنه، دیگه اصلا احتیاجی به مقدمات و مؤخرات و اینا نداره. ایشون اول نامه نوشت به ترامپ، از او خواهش کرد که اسم آقازاده ها رو، حالا ترامپ چی توی آقازاده ها رو شناسایی کنه بحث دیگه است، اسم آقازاده هایی که خلاصه رفتن به آمریکا، یعنی یه پاس داد که شاید ترامپ یه بار دیگه اشتباه کنه. این درخواستش هم عجیبه، درخواست برای تجمع علیه دولت. خب علیه دولت و حکومت و اینا که هر روز تجمع هست. بله، میگه حالا دیگه نه، حالا میگه یعنی من این وسط کار دارم. ایشون تو اونجا هم که بره طبیعتاً بیشتر میخواد راجع به رفقایی که الان تو زندان داره صحبت کنه، علی‌قاعده اینطوره. بریم روزنامه شرق رو ببینیم. دو تا موضوع داره، یکی اینکه از صحبت‌های آقای روحانی که مطرح شد و میشه گفت روزنامه ها دو بخش بودن، یه بخش کسایی بودن که گفتن که حرفی نزدیشون و حرف جدیدی نبودش و انشا بود و اینا و انتقاداتی هم به صحبتاشون شد دیگه. بله فراوان. یک بخش هم کسایی بودن که نه، درش یک بسیار شاخه هایی دیدن از امید و اینا و به اون پرداختن. شرق برایشون مهمترین بخشش اونجایی بوده است که ایشون گفتش که همه پرسی یعنی همه پرسی هم برای قانون اساسی برای یه روزی گذاشته دیگه، هم نذاشته که بشه یه وقتی اختلافاتمون انقدر شدید بشه بریم همه پرسی کنیم. یه نکته هم بگم در مورد مصاحبه آقای حجاریان که اینجا کردن، انتقادی که به ایشون شده بود یه جمله بود که خب یه مقداری بعید بود از آقای حجاریان، که گفته بودن که به لحاظ سیاسی به دختری شبیه شده ایم که آنقدر به خواستگارها ایراد میگیرد که پیر میشود. خب این نگاه یک نگاه جنسیت زده و غلطیه که از یه آدمی که در واقع میگن تئوریسین اصلاحات یه ذره بعیده، و اینکه خب بالاخره باید یه ذره به این جامعه که اینقدر در حال تحول نزدیک شد. نکته بعد هم این که شرق نسخه آنلاینش پولی شد و دیگه به صورت رایگان در دسترس نیست، که همون ماجرای مشکلات کاغذ و مشکلات مسائل اقتصادی که روزنامه ها دارن این روزها. بریم روزنامه ایران رو ببینیم. روزنامه ایران، خب ببینید فردای اون روزیست که آقای ربیع وزیر کار رو مجلس شوخی شوخی در خیلی ناپلئونی رد کرد. تو همین شماره مقاله میخونین از یکی از کسایی که پیشنهاد کننده استیضاح بوده و میگه من این نتیجه رو نمیخواستم. یکی از نمایندگان مجلس که پیشنهاد کردن. نه میگه برای اینکه مطرح شه، این مسائل مطرح شه. ولی به هر حال اون رأی هم در آخر سر که خونده شد، اگر که شما میشنیدید از اون زن، من زنده میشنیدم یا اینکه بعداً فیلماشو میدیدین، کاملا پیدا بود برای اون کسایی که موفق شدن خیلی زود به وسط مجلس به رقص افتاده بودن. یعنی 20 نفر دقیقاً میرقصیدن از شادمانی بابت این اتفاق افتاد. ولی روزنامه ایران اونجا رو دیده که میگه تنین اتهام و افشاگری در بهارستان. یعنی همون چیزی که آخر سر آقای لاریجانی هم تذکری داد، ولی تذکرش از ذره دیر بود، چون تذکر رو به آقای ربیعی داد موقعی که در مقام پاسخ رفت بود. ولی به هر حال انگار که نمایندگان مجلس و دولت هر چیزی که دیگه مونده و نمونده رو دارن به هم. در حقیقت این یه مقدمه ای شد برای کسایی که قرار است که هفته آینده یا هفته های بعد صحبت‌های آقای روحانی رو بشنون اونجا و متوجه باشن که اگر سریع بحثی رو باز کنیم این خطرش هستش. ممنون آقای بهنود. به بحث روزنامه ها، در واقع به برگزیده ها، کارتون ها، مجله ها برمیگردیم. اما در هفته های گذشته مهمان های دعوت شده به برنامه های بی بی سی فارسی یکی از انتقادات مخاطبان این شبکه بوده. در توییتر دیدبان نظر شما رو پرسیدیم و اینکه چه فکر میکنید. تا لحظاتی دیگر امید پارسانژاد از سردبیران اتاق خبر اینجا در استودیو با منه تا به سوالات و انتقادات شما پاسخ بده. سلام امید، مرسی که اومدی به برنامه دیدبان. ما دیدیم که تو هفته‌های گذشته خیلی به مهمان‌هایی که دعوت میشه توی به خصوص اتاق خبر انتقاد میشه. بخش عمده اینه که ما چرا اصلاح طلبا رو بهشون بیشتر تریبون میدیم. در توییتر دیدبان یه چند تا رو من انتخاب کردم و برات میخونم. مثلا علی گفته که جواب این سوال مشخصه، تمام مهمانان و کارشناسان شبکه جزء اصلاح طلبان و تکراری هستن. خوابگرد دو گفته غریبا بر کسی پوشیده نیست که میزان حضور اصلاح طلبان و طرفداران حفظ موجود
و حفظ وضع موجود از کسانی که به صراحت خواستان براندازی هستند بیشتر. ماندانا نوشته که مهمانان و کارشناسی که دعوت میکنید نباید سخنگویان پیدا و پنهان رژیم جمهوری اسلامی باشند. اونا به اندازه کافی تریبون دارن. آیا ما واقعا بیشتر اصلاح طلبا رو دعوت میکنیم در برنامه هامون؟ اولا دو سه تا نکته من باید بگم. یکیش اینه که هدف ما در بی بی سی این هست که تا حد ممکن تصویر کامل تری از آنچه که داره اتفاق میفته بدیم، و برای این کار روشمون اینه که به همه اطراف یک ماجرایی فرصت اینو بدیم که بیان راجعش حرف بزنن، نظرشون رو بگن، استدلال کنن، و در این حال مواجه بشن با نظرات مخالف، با انتقاداتی که در مورد کاراشون هست و در مورد حرفاشون هست و در مورد تناقض‌هایی که در استدلال‌هاشون هست، برای اینکه روشن‌تر بشه فضا. در مورد اصلاح طلب به طور مشخص، اصلاح طلب اولا چه کسانی از اون خوششون بیاد چه نه، یا چه موافق باشن با کاراشون چه نه، بخشی از حکومت ایران هستند. در مجلس ایران نمایندگانی دارن، بعضی از نمایندگان نزدیک هستند به اصلاح طلب‌ها، دولت تا حدود زیادی، چهره‌های اصلی دولت به اصلاح طلبان نزدیک هستند، بنابراین دارای وزن هستند و تصمیماتشون و آنچه که میگن اثر مستقیم میذاره رو زندگی کسانی که در ایران زندگی میکنن که بخش عمده‌ای از مخاطبان ما هستند. بنابراین طبیعتاً ما باید به اونها فرصت بدیم و فضا بدیم که بیان و از این نظراتشون دفاع کنن. علاوه بر اون، در این روزهای اخیر یک فضای خبری هم طوری بوده که بعد از پیامی که آقای خاتمی داد و بعد از صحبتی که دیروز آقای کروبی کرده بود، به هر حال موضوعات خبری هم طلب میکرد که از اصلاح طلبها دعوت بکنیم بیان از نظرشون دفاع کنن. بعدی مثلا یاشار رحمانی گفته که مهمان ها اکثرا یه طرفه هستن، نتیجه هم یکی هستش، اگه میشد از دولت ایران مهمون بیارین، که البته که بحثا جدی تر بشه. خودش هم گفته که خب این اتفاق نمیشه بیفته. بعد یکی هم گفته که سپ اگه شما نکنم ما اصولگرا دوست داریم، از اونا بیارین، چرا یه دونه آخون نیست، که حالا نمیدونم این خیلی طنزه یا واقعیه. و آی آر ام گفته که خواهشان سعی کنید از کارشناسانی که در ایران هستن دعوت نکنین، چون تحت فشارن، میترسن و صحبت نمیکنن. اولا ما که با کمال میل آمادگی داشتیم که اگر کسانی از حکومت ایران با ما صحبت میکردن، این پرسش هایی که دائم مطرح هست، ابهاماتی که در مورد عملکرد حکومت ایران مطرح هست رو با مستقیم با اونا در میون بذاریم. اگر میتونستیم در مورد صحت و سقم نظرات و حرف هایی که به بعضی از اونها نسبت داده میشه مستقیم با اونا تماس بگیریم و امید داشتیم که با ما پاسخ بدن، کار ما خیلی راحت‌تر میشد و حتما به نفع تماشاگرای ما هم بود و مخاطبان ما هم ازش استفاده میکردن. ببینید، داشتن تریبون یکی از چیزایی که خوندین این بود که اینا خودشون تریبون به اندازه کافی دارن و حرفشون رو میزنن، اون یک بخشی از ماجراست. وقتی شما در یک دیبیت یا در یک گفتگو شرکت میکنین، با سوالهای مواجه میشین که وقتی خودتون یه تریبونی دارین اون سوالها اساسا مطرح نمیشه. اشکالی که در رسانه‌های داخلی ایران هست این هست که بسیاری از این پرسش‌ها اساساً مطرح نمیشه، و ما اگر این امکان رو داشتیم با کمال میل آمادگی داشتیم که اون پرسش‌هایی که در داخل ایران فضا اجازه مطرح شدنشون نمیده با عالی‌ترین مقامات ایران در میون بذاریم، ولی متأسفانه معمولاً با ما حرف نمیزنن. در مورد سوالای دیگه‌ای که مطرح کرده بودن هم ببینید، ماجرا اینه که ما فقط از یک سو تحت انتقاد نیستیم. فقط کسانی که مخالف اصلاح طلب‌ها هستن به ما انتقاد نمی‌کنن که شما از اصلاح طلب‌ها زیاد دعوت می‌کنید و استفاده می‌کنید. از طرف دیگه هم با تحت انتقادیم که چرا از براندازها زیاد دعوت می‌کنیم، یا چرا از این گروه زیاد دعوت می‌کنیم، یا چرا از اون گروه زیاد دعوت می‌کنیم، و همین به نظر من یه مقداری روشن می‌کنه که چه بسا بخشی از این انتقادها ممکنه حتی کسان اکتیویست ها و فعالان سیاسی باشن که عمدن و آگاهانه میخوان رسانه ها رو تحت فشار بذارن، برای اینکه بیشتر به سمت نظرات مورد نظر اونها میل پیدا کنن. و بخشی هم کسانی هستن، مخاطبان عادی هستن، که آزرده میشن از شنیدن نظرات کسانی که مخالف اونها فکر میکنن، ولی ما تصورمون اینه در بی بی سی که این آزردگی رو بهتره که همه ما تحمل بکنیم و بشنویم نظر مخالف رو و تصویر روشن‌تری از آنچه که داره اتفاق میفته پیدا کنیم. مورد بعد در مورد خود در واقع
مهمان‌هایی بود که ما آوردیم، در مورد وزن این مهمان‌ها. یه نفر با اکانت جوان ساده دل روستایی پرسید که به نظر مهمترین قسمت داستان همون وزن مهمانه، با استدلال استفاده از دیدگاه‌های مختلف. با هر کسی از هر جای صحبت نکنید، مهمان حتما باید تئوریسین باشه، جایگاه داشته باشه. جینو تونیک گفته که هر کسی که فارسی بلده و یا یکی یا دو تا توییت می‌کنه که کارشناس نمیشه و خیلی از کارشناسات معلوم نیست چه سابقه ای دارن. یه نفر دیگه هم گفته که بعضی افراد برای 10 موضوع کاملا بی ربط به عنوان کارشناس معرفی میشن. مگه ممکنه که کسی اینقدر تخصصهای مختلف داشته باشه؟ این مورد آخر رو البته من نمیدونم اشارهشون به کیه. 10 مورد خیلی بعیده، ولی بله، بعضی از کارشناس ها ممکنه که کارشناسان سیاسی و اقتصادی باشن و ما در حوزه‌های سیاست و اقتصاد باشون صحبت کنیم، یا بعضی از کارشناس ها فعالیت فرهنگی میکنن، فعالیت سیاسی هم میکنن، در هر دو حوزه باشون صحبت میکنیم. ببینید، من یه نکته رو میخوام اینجا بگم و اون به نظرم مهمه که وقتی ما میگیم که هدف بی بی سی فارسی اینه که از صداهای مختلف به اندازه وزنی که دارن و به اندازه نقشی که در واقعیت موجود در روی زمین دارن تریبون بدیم و اونا رو پرسش کنیم ازشون، در این حال که بهشون فرصت صحبت کردن میدیم، ابداً معنیش این نیست که ما ادعا میکنیم که این کار رو به طور کامل و بدون هیچ نقصی و بدون هیچ اشتباهی انجام میدیم. حتما اشتباه هم میکنیم، به خصوص وقتی که فضا ملتهبه، سرعت تحولات زیاده، شتاب تحولات زیاده، تعداد مهمانهایی که در یک روز ما دعوت میکنیم زیاد میشه، توازن بین اینها برقرار کردن دشوارتره. در برنامه لایو احتمال اینکه کسی یه چیزی بگه و مثلا مجری در اون لحظه توی گوشش دارن حرف میزنن، متوجه حرف اون نشه، نتونه به موقع سوال مناسبی رو مطرح بکنه، به وجود داره کاملا. بنابراین اولا ما اصلا ادعا نمی کنیم که بی نقص داریم این برنامه‌ای که توضیح دادم رو داریم اجرا میکنیم. ما تلاشمون اینه که تا حد ممکن بتونیم از مهمان‌های متعدد، از کارشناسان متعدد استفاده کنیم. دنبال کارشناس‌های جدید می‌گردیم. تعدادی از این کارشناس‌های جدید آدمایی هستند که ما برای اولین بار یا برای اولین بارها باشون صحبت می‌کنیم. ممکنه قبلا آزمون پس ندادن، کیفیت خوبی نداشته باشن، ممکن نظرشون نتونن خوب بیان کنن. ما یکی دو بار معمولا فرصت میدیم به مهمان‌های جدیدمون که کم کم جا بیفته، عادت کنن به فضا، و بعد اگه ببینیم که نه، فایده نداره، به درد مصاحبه کردن نمیخورن، خب دیگه ازشون دعوت نمیکنیم. اون چیزی که میخوام بگم در پایان صحبتام اینه که ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که مشکلاتی که داریم و خیلی از این مشکلاتی که شما اشاره کردین مخاطبان مطرح کرده بودن، ما هم قبول داریم که این مشکلات هست و به طور اکتیو و به طور فعال داریم سعی میکنیم که اینها رو برطرف کنیم، تعداد مهمانان زن رو بیشتر کنیم، تعداد مهمانان رو از گرایش‌های سیاسی مختلف رو بیشتر بکنیم و به این تلاشمون ادامه خواهیم داد. ممنونم از همکارم امید پارسانژاد، سردبیر اتاق خبر بی بی سی فارسی. کارتون ها این هفته رو میخواین شروع کنیم با احسان گنجی. احسان گنجی در حقیقت روز خبرنگار رو اینطوری دیده که خبرنگار به جای اینکه بره اون پشت قایم شه پشت میز اگر میشه، اینه که اون میکروفون هایی رو که همه میخوان بذارن جلوشون حرف بزنن، اونا رو تبدیل کنه به نورافکن، اگر یعنی بشه. شفاف بکنه کار، یعنی کار وظیفه خبرنگار شفاف کردن. مهدی عزیزی کار بعدی هست. در حقیقت یه بهانه است، داره حرف عمده تری رو میزنه. یه کسی که هیچی نداره بخوره و تو جزیره متروک افتاده، الان از بی آبی میمیره، بعد اگه بهش خبر بدن که به زودی اون مواد شادی آور گل، وضع عمومی کشور داره توصیف میکنه. بله. ولی به بهانه این دوتا خبر. بعدی محمد رضا ثقفی هست. خب یه نفر بود که پاسداری میکرد و عکاس ازش میترسید و لباس تهاجمی اینا پوشیده بود. حالا همون آدمه هستش که دوربین رو از دست خبرنگاره گرفته در روز خبرنگار. این یادآوری جالبه، اونو گذاشته داره حالا عکس میگیره دیگه. عکس گرفتن اون کسی که تهاجم میکرد معلومه معنیش چیه. کارتون تلخی هست. برگزیده هایی که این هفته آوردید یه مقداری نسبتاً مفصله. اولی رو شروع کنیم با مقاله از روزنامه ایران به نام خداحافظ خبر سلام زندگی. گزارشی است که ترانه بنی یعقوب درست کرده. در این گزارش رفته از سراغ کسایی که در این سالهای اخیر این شغل شریف رو رها کردن و رفتن.
این دفعه بنابراین مصداق داده برای حرفی که همیشه زده میشد. و از جمله اول از همه با محبوب حسین‌زاده صحبت کرده که از سال 80 اومده و روزنامه‌نویس شده بود و به قول خودش سال گذشته تصمیم قطعی گرفت و همکاری و مطبوعات رو کنار گذاشت. این روز هم داره ترجمه میکنه، باهاش روزگار میگذرونه، حرفای او رو هم منتقل کرده که میگه خلاصه من این شانس رو داشتم که زبان بلد بودم ترجمه کنم، ولی اگه روزنامه‌نگاری تنها شغلی بود که بلد بودم همه چیز برام سخت میشد. مریم خورسند قصه تلخیه خیلی. مریم خونسر از روزنامه‌نویسای قدیمی است، میدونید که خیلی مریم خورسند یکی از واقعا بهترین روزنامه‌نویسای حوزه اجتماعی که من مثلا میشناسم و میگه سالهاست داره کوزه میسازه. بله میگه بله سرامیک درست میکنه و شبیه این آیدین فرنگی که من البته نمیشناسم ولی رفته توی کار خرید و فروش عسل و دمنوش. دمنوش خوب و حرفه خوبی هم است. فریده غائب روزنامه‌نویس حوزه اجتماعی که 10 سالی هم بود که کار میکرد، حالا کافه‌داری میکنه. میلاد فدایی از خبرنگار سیاسی که کارگر آبکاری شده، روزنامه‌نگاری که هنوز دلشون در هیئت تحریریه. کلی از روزنامه‌نگارا در حالا روزنامه‌نگارای قبلی و فعلی و اینا در روزهای گذشته توییت کرده بودن که در چه تحت چه شرایطی دارن کار میکنن و خیلی جالبه. من تمام این روزا داشتم فکر میکردم واقعا اگر که روز اول که حالا مثلا نمیدونم نزدیک شاید 20 سال پیش باشه وقتی شروع کردم روزنامه نگاری رو به عنوان حرفه، اگر من میدونستم اینقدر قراره هزینه بدم حاضر بودم این کار رو انجام بدم. ولی بعد با خودم فکر کردم که خب من 2 روز میرم مرخصی، دلم برای اتاق خبر تنگ میشه، دلم اصلا برای خبر تنگ میشه. ولی بعضی وقتها واقعا آدم فکر میکنه انصاف نیست دیگه، این همه هزینه به خاطر اینکه کارت فقط اینه که قراره که خبر بدی که دنیا چه خبره. اما این نمونه دیگه روزنامه بهار و یک گزارش روزنامه بهار هم یه صفحات مفصلی رو چند تا مقاله اینا داده بود، از جمله این گزارش مانند است. مقاله است که در حقیقت درد دل مقاله دلیه به قول امروزی ها که از انتقادهایی که داره به زبان گنگ میگه تیترهای شکلاتی تو جاده های روزنامه‌ای که اشاراتی میکنه به چیزهای خاصی. کاپشن پوش که منظورش آقای احمدی نژاد عبای شکلاتی آقای بله دیگه اینو با زبان اشاره حرفاش میزنه. بعدم میگه که بالاخره یه موقعی لحظه‌ای میرسه که آدم وسط هیئت تحریریه میخواد این خبر رو بزنه تو سر خودش و دبیره. بعدی نیمروز هست، ماهنامه است. ببینید ما اصفهان امروز رو نشون داده بودیم قبلا اگه یادتون باشه، همون گروه هستن که در اصفهان بودن و طنز نویسن، البته دیگه حالا این مجله طنزه، مجله طنزه که اومدن این مجله با همین فرمت که داریم میبینیم، اونتا اسمش اصفهان امروز بود، زمیمه روزنامه اصفهان امروز که روزنامه خوبی است در اصفهان منتشر کردن. حالا مژده این که در 33مین باری که این کارو میکردن تونستن امتیاز بگیرن و مجلهشون بشه ماهنامه و این اولین شماره ماهنامه است. رئیس جمهور مورد نظر قادر به پاسخگویی نمی باشد و بعد این داره پیامایی هم که برش داده میگه. بریم بعدی، فانوس دریایی هست که شماره اولشه. بله فانوس دریایی شماره اولشه. اسمش گذاشته فانوس دریایی، ماهنامه است که میخواد عمومی باشه به خصوص زمینهای اجتماعی. بنابراین اون اسم فانوس دریایی در حقیقت یه تعبیری است، یعنی نگهبان جامعه باشه. یعنی اون کسایی که این امتیاز رو دادن اینطوری تو ذهنشون بوده. نمیپسندیدم که آدم در شماره اول خود اون فانوس دریایی رو بذاره، چون وقت ذهن آدم میره به اینکه احیانا نشریه مثلا تجارت دریایی است یا دریانوردی است اینا. ولی به هر حال به نظرم میرسه خب شماره آینده شماره پخته تری خواهد شد، بذاریم یه ذره پخته تر بشه بهش دوباره نگاهش میکنیم. مجله ها سینما ادبیات را آوردین با نگاهی به سینما ایتالیا. بله این دفعه آقای آنجلینی فکر کنم اینو بر اساس دلخواهم به چی میگن دل من آوردی. بله دل شما گرد هر آن چیزی که مربوط به ایتالیا باشه رو من دوست دارم. خوشبختانه یه چیزی هست که خوبه، یه چیزش نیست آقای بهنود، هر چیزی که از ایتالیا میاد خوبه. یه جایی از دنیا هست که همه چیزش خوبه. بله غذاهاش. ببینید این انتخابی که آقای دهکردی کرده انتخاب خیلی مهمی است، چون اگه به من میگفتن که سینما ایتالیا رو درست کنیم بعد کیو رو جلد بذاریم، من واقعا نمیدونستم فلونی رو، پازولینی رو، دستیکا رو و خود آقای آنتونینی رو کیو، و به قدری در یک دوره به خصوصی این سینما ایتالیا آدمای بزرگ داشت که در حقیقت میشه گفتش که ماها
با سینمای ایتالیا اصلا فیلم جدی رو فهمیدیم، بله. فیلم مؤلف رو فهمیدیم، اما تو بخش سینمای ایرانش یک میزگرد داره که در این میزگرد خانم بنی اعتماد و آقای سینایی و محسن عبدالبهاب هستن که آقای طوسی هم که از طرف مجله هستن، جواد طوسی منعقد، و اونجا صحبت میکنن راجع به این مستندگرایی در آثار، اینکه سینما چشمش رو به واقعیت خیلی بدوزه. حتی تمام کسایی که اسم بردین از آقای عبدالبهاب، آقای سینایی، اینا همه کسایی هستن که واقعا خیلی نگرش دقیق دارن. بله. خب بریم یه نگاه کوتاهی هم به پیام آینده بکنیم. موضوع محوریش نقش احزاب هست در تاریخ معاصر ایران. بله. از خیلی قدیم، از دوره قبل از مشروطیت شروع میکنه. ولی بذارید که اول بگم که در همین مقدمه یک مقاله از آقای سعید عجاریان هست، بازسازی گفتمانی، درباره این است که اختلافات مذهبی به خصوص بین شیعیان و اهل سنت خیلی شدید شده این اواخر. بعد میره زمینه های این کار رو جستجو میکنه و بعد میرسه به یه جای خیلی مهمی که دیگه آخر کاره از اون صحبت میکنه، که هر نوع دامن زدنی به آتش درگیری های مذهبی مخالفه، باید مرزها رو در سطح جهانی کمرنگ کرد، نه اینکه بریم به اصطلاح مرزها رو دوباره بین داخل ادیان هم بکشیم، شیعه سنی در بیاریم، ارتدوکس، این جنگ‌های قدیم تاریخ هست. و بعد از اون میرسه به اصلاحات، میگه دومین عنصر اصلاحات غیر از این که گفتیم صلح، مادامی که کشوری با خودش، اقلیتاش، همسایگانش در صلح، میتونه تو دنیا هم حرف از صلح بزنه. بریم کارتون آخر و نکته آخر. کارتون آخر از میر شاه ولد هست که کارتون بسیار تلخ و سنگینه واقعا. در حقیقت داره میگه یک دوسته فشار زندگی، بله. که اون فشار بمب و ترامپ نیست، فشار خود زندگیه که داره میادش. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنونم از شما. ممنون از اینکه سوالاتتون رو با ما در میون میذارید. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو میتونید روی صفحه تلویزیون ببینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ میتونید در فیسبوک و توییتر با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.